شما به هر حال این فیلم مستند رو در یه زمان محدودی تهیه کردید و قطعا زندگی هنرمندی مثل ایشون جزئیات بسیاری داره که میشه ساعتها روش کار کرد، ولی در این مستند شما به چه جنبه هایی از زندگی و آثارش میپردازید؟ این مجموعه شامل چه بخش هایی از زندگی اوست؟ اولا توضیح بدم که هر فیلم مستندی که ساخته میشه در دنیا فقط میتونه بخشی از زندگی یک هنرمند یا یک فردی رو نشون بده. در یک ساعت فیلم یا حتی دو ساعت فیلم شما اصلا نمیتونه زندگی 70 سال، 80 سال یا 100 سال یا 60 سال، 50 سال یک هنرمندی رو نشون بدید یا یک سیاستمدار. فقط شما قادرید یک بخش کوچکی رو به نمایش بگذارید. بسیاری از چیزها از دست شما خارجه، امکاناتی نیست که همه رو بتونید تصویر کنید و زمان در سینما تلاست و در نتیجه بخش همیشه یک مورد توجه قرار میگیره. در این زمینه من سعی کردم ضمن حرکت سینمایی از تولد به زمان کنونی ایران که الان حدوداً شاید 75 سال دارند، 74-75 سال دارند برسم و در این نگاه تجزیه و تحلیل بایوگرافیکال زندگی ایشون ببینم این خانم تحصیلاتش چی بوده، کار نقاشیش چگونه است، به نوعی چگونه رسیده به این فرم تصویری که ما به نوعی سورئالیسم شرقی میدونیم یا این ترکیب شرق و غرب در عرفان و سورئالیسم غرب میدونیم رسیده، چه عواملی روش تأثیر گذاشته، خانوادش چه تأثیری روش گذاشتند، فرهنگ شرق، فرهنگ فرانسه به خصوص، ایشون 50 سال در فرانسه زندگی کرده ولی همچنان ایرانی باقی مونده و پاسپورت ایرانیشو داره و میره و میاد و الانم که در ایران زندگی میکنه و تأثیرات فرهنگی، فرهنگ شرق، فرهنگ غرب بر کارش، بر خودش. این خانم در کار نوشتنش چه کرده؟ ما اگر نگاه کنیم میبینیم زنی بوده در دهه 60 در بین چند زن نقاش ایران، من اینجا البته ادعا نمی کنم که ایشون بهترین نقاش ایران هست، یکی از نقاشان مهم و فوق‌العاده ایران هستند، ولی به عنوان زن مبارزات بسیار خوب و شجاعانه ای را در محیط ایران کرده که خودشو تثبیت بکنه، در خارج تثبیت بکنه. توجه کنیم به تابلو نفت ایشون که توسط ITT در 1969 انتخاب شد، رگهای زمین، رگهای نفت، رگهای ایران، که شاملو براش شعری گفت و این تابلو در چندین میلیون نسخه در اون سالهای اوائل 70 توسط در مجلات تایم، لایف، نیوز فرانت چاپ شد و من همه این اصلا رو دارم و دیدم. در نمایشگاه های مختلف دنیا که شاهد کاراش بودم، در سان فرانسیسکو، یونایتد نیشن، سازمان ملل، نیویورک، مکسیکو در 76، تورانتو، شاهد موفقیت هاش بودم. سعی کردم در این فیلم ضمن این که این موفقیت های این زن نقاش ایرانو منعکس بکنم، دلایل موفقیتش منعکس بکنم، چگونه به زندگی نگاه میکنه، اثر خواهرش پوران درودی که بسیار هنرمند والایی بود و من ایشونم خوب میشناختم، همسر هوشنگ طاهری و فوت کردند، اثرش بر ایران تجزیه تحلیل بشه و کمبود تمام مردانی که در زندگی این زن وجود داشتن، پدر، برادر، شوهر، شوهر خواهر و خواهر و بالاخره. این نگاهی بوده که من در این فیلم داشتم. آقای مسعود، من میخوام از همکارانم خواهش بکنم که بخش کوتاهی از این مستند رو پخش بکنم، بینندگان ما آشنایی بیشتری با اون داشته باشن، بعد برگردیم پرسش‌های رو بعد از اون با شما در میون بذارم. پدر ایران که گویا تا آن زمان جنگ را جدی نگرفته بود و ادامه یافتن آن را باور نداشت، در کمتر از یک ساعت تصمیم می‌گیرد به ایران بازگردد. او دست همسر و دو دخترش را می‌گیرد، همه چیز را پشت سر می‌گذارد و راهی ایران می‌شود. مقداری راه رو پیاده، گاهی هم با ترن مخصوص هم در احشام تا رسیدیم به ترکیه. وقتی رسیدیم به ترکیه وضعمون بهتر شد.
خانواده پول فرستادن، ماشین فرستادن، ما رفتیم به مشهد. در مشهد هنوز خستگی از تن مسافران این سفر هولناک در نیامده بود که آتش جنگ به ایران می‌رسد. ایران و خواهرش که آلمانی زبان بودند ناچارن شبانه همراه مادر به باغ ییلاقی خانواده در دهکده شاندیز در نزدیکی مشهد پناهنده شوند و در خانه مشرف به تنها گورستان آن دهکده مخفیانه اقامت گزینند. در این باغ بزرگ بی‌دیوار ایران با مرگ، ترس از مرگ و ترس از خدا آشنا می شود، چرا که پس از مدتی زن باغبان این پناهگاه که عامی و خرافاتی بود به مخفیگاه آنها راه می یابد و برای دختر خردسال داستانهای هولناکی از گورستان مجاور و مردگان بگوید. با شنیدن این روایت‌های مخوف کودک خردسال شدیداً از ترس به خود می‌لرزد. شاید براتون عجیب باشه که منم یکی از قربانیان جنگ جهانی دوم باشم. فیلم‌های مربوط به جنگ جهانی دومو نمیتونم نگاه کنم و بدتر از این که در اون نقاشیم همیشه یه جایی ترس و هول و هراس، اتفاقی از خون، اتفاقی از جنگ هست. اما همزمان با این حوادث تلخ در درون کودک، در اعماق روان او چیز دیگری از جنس خلاقیت جوانه می‌زد و رشد می‌کرد. همانقدر که داستان‌های پیرزن خوفناک می‌نمود، این دیگری شکوهمند بود و نحوه نگرش هنرمندانه او را به طبیعت پرورش می‌داد. باغ ترس نخستین باری است که نقاش رو در روی طبیعت قرار می‌گیرد و در برابر این نظام شگفت با حیرت به نظاره می‌نشیند. تخیل و آنچه بر او گذشت ذهن این کودک را به تصویرسازی و الهام برمی‌انگیزد و فراتر از واقعیت‌های عینی او را به کنکاش و جستجو وامی‌دارد. از این رو قالبی را که بعدها برای تصاویر ذهنیش به کار می‌گیرد، نوعی سورئالیسم است که خاص خود اوست و با خواست‌های درونی و نظم بی‌نظمی ذهنی او هماهنگی کامل دارد. ایران در سال 1333 پس از پایان تحصیلات متوسطه برای تحصیل در دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس بزار به خواهرش که شاگرد رشته پیانو در کنسرواتوار دولتی پاریس بود پیوست و وارد آتلیه استاد شاپلن میدی شد. وقتی به عنوان دانشجو وارد دانشکده بزرگ شدم، آیا میتونستم تصور کنم 53 سال بعد برای تجدید خاطرات دوره دانشجویی و فیلمبرداری به اینجا باز خواهم گشت؟ از هر گوشه، از هر مجسمه این مدرسه هزار خاطره دارم. هنوز صدای استادم شاپلن میدی رو میشنوم که میگفت مینیاتورهای ایرانی شاهکارهای هنری هستند، ولی شما میباید فرهنگ نقاشی غرب رو درک کنید.